موقع نیکبختی است که باید بیمناک بود. هیچ چیز تهدیدآمیزتر از نیکبختی و سعادت نیست. این جمله رو چند وقت پیش توی یکی از این گروه‌های شبکه‌های اجتماعی خوندم. این روزا به مدد تکنولوژی و ظهور شبکه‌های اجتماعی بیشتر از هر موقعی از این جمله‌ها به چشممون می‌خوره. اما متأسفانه مورد استفاده از این جملات بزرگان فقط شده کپی کردن از یک گروه و به اشتراک گذاشتن در گروه دیگه. انگار که مسابقه است. کمتر پیش میاد عمیقاً درگیر این جمله‌ها بشیم. جمله‌هایی که تک تکشون ممکنه زندگی تک تک ما رو دگرگون کنه. پس یه بار دیگه تکرار می‌کنم. برای خودم تکرار می‌کنم. موقع نیکبختی است که باید بیمناک بود. هیچ چیز تهدیدآمیزتر از نیکبختی و سعادت نیست. سلام دایی جان. سلام. میگم چرا اینقدر دیر اومدی؟ یه مریض داشتم، گفتم وایسم دیگه نفخش تموم شه خیالم راحت شه. کم تو خجالت نمیکشی؟ با این همه تحصیلات و درس خوندن سوار موتور میشه میری این ور اون ور؟ چرا؟ خب خجالت میکشم، ولی خیلی هم کهنه و اصلا قدیمی و داغون و پر سر صدا و اینام شده، ولی بیشتر مواقعی که خاموش میکنه روشن نمیشه، بعد هولش بده. حالا نمیخواد زیاد توضیح بدی چون میفهمم چی میگی. بله. خب امرتون در خدمتم، بفرمایید. میخواستم راجع به فاضل صحبت کنم. البته فاضل و زنش. آخ دایی خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. خدا رو شکر میکنم که شما بالاخره کوتاه اومدید. اصلا یه حرفا نیستا. 100 سال دیگه همین پسره به خاطر آبرویی که از من جلوی پزشکیان برد اونو نمیبخشم. من نمیدونم این پسره چه فکری کرده که رفته با این زن ازدواج کرده. نه داییم چیز نیست، خانمش خانم بدی نیست، لیلی خانم خوبه. چیش خوبه؟ اصالتش؟ سابقه درخشانش؟ دختری که اصلا پدر مادرش معلوم نیست کیه، بعدم قبلن هم هزار تا از این کارهای شیادی و دزدی و پرونده داره، این خوبه. داییش من واقعا خوشحالم، واقعا خوشحالم. خوشحالی ها؟ بله. حالا کجای حرف من؟ نه نه، همین که شما رفتین اهمیت دادین به موضوع، به عروستون، به پسرتون رفتین در موردش تحقیق کردین، وقت گذاشتین، چه کجای خوشحالی داره دیگه. خب من بعد از اینکه تحقیق کردم دو بار سکته زدم. این خوشحال کننده و امیدوار کننده؟ نه خب اگه سکته زدین بخش سکته و اینا، خب نه دیگه، من واقعا ناراحت شدم. ببین من یه کاری ازت میخوام. میخوام این دختره رو از زندگی فاضل بندازی بیرون. نمیشه دایی جان، من نمیتونم. بابا اینقدر خودتو دست کم نگیر. بابا تو اینقدر نزدیکی به فاضل، فاضل اینقدر رود کو حساب میکنه، میتونی این کارو بکنی؟ نه نه ببخشید آبادی، نمیشه، نمیتونم. چرا باید این کارو بکنی؟ ببینی تو کافیه فقط بینشون یه اختلافی میندازی، یه دعوا بندازی، همین. شرمنده دایی جان، این در توان من نیست، این کارو از من بر نمیاد. باشه، پس حرف منو زدی زمین، تموم شد. نه 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 آخه ببینید دایی جان، اینا خیلی عاشقانه همدیگه رو دوست دارن، آخه من نمیتونم اینا رو اینجوری. آخه چرا باید من این کارو بکنم؟ ببین اگه یه مطب 200 متری تو الهیه برات بخرم چی؟ برای من بخرین؟ برای خود خودت بخرم، سندش هم به اسم خود خودت میکنم. سندش هم به اسم من؟ یعنی سندش هم. ببین اگر این کارو کردی یه ماشینم میذارم روش، فقط این فازه رو به من برگردونی. دایی جان پیشنهاده وسوسه کننده با آدم میدین. خب حالا چی میگی؟ پس جان داره. بله بایسا، آدبه. آره بابا، اصلا آدم حسابی هم از برای خودش. از مشاهیره؟ نه، ولی ممکن از مشاهیر بشه. چی دیدی؟ الان فردا ممکنش شد، من نمیدونم. پس هنوز زنده است؟ آره بابا، زنده است و سر حال. زنه؟ آره، اصلا ملکه ای هم از برای خودش.
وای با خیلی با فوق العاده باشه. خیلی فوق العاده است. خیلی فوق العاده. اسمشو میفهمی بعدا میبینی چقدر فوق العاده است. من میشناسمش. من میشناسمش. بیانگو خوبه. هنر پیش است. نه. ولی معروفه. بله. البته تو صنف خودش بیشتر. تو صنف خودش. شاعره؟ نه. مثلا فرزاد بزنم چی میگه؟ بله. خوبم. تو خوبی؟ آره خونم. خیره؟ آها باش. آره. نه میام. آها باشه باشه. بهش چیزی نمیگم. فرزاد میگه بیا بالا پشت اون کارت دارم. میگه به من چیزی نگی. آره دیگه. نمیفهم اینو نباید من بگم. بعد این همه مدت. ببین 20 سال تو پرسیدی، فقط یه دونه سال دیگه. خب سخته، راه نمایی کن فازی. چه راه نمایی بکنم؟ از آدم های دوربر خودمونه. آها. زنه. آدم حسابیه. از آدم های دوربر خودمونم هست. شیوه هست. شیوه؟ شیوه قابلیت مشهور شدن داره؟ راست میگم. شما؟ وقت. خب سخت بود دیگه. ملک هستو مشهوره ما. میدونه زبانت گرفته میشه. من میرم بالا برمیدم. بلا چه بریم؟ بر نگرد. برگردی مسخره. دلم خوش بود قضیه با محروم از ارث کردن من و طرد کردن از خانواده تمام میشه، میذارن زندگیمو بکنه. حالا دیگه بالاخره پدره دیگه، نگرانه. هیچ وقت نگران من نبود، نگران آبرو اعتبار خودش. نه نه فازی، تو هنوز پدر نشدی بفهمی این چیزا رو. فرزاد من 28 سال پسر اون نیستم. اگه ترس از حرف مردم نبود، همون 28 سال پیش که اون اتفاق واسه نریمان افتاده بود از خانواده طردم میکرد. البته الان هم همین کار کرده، فقط یه ماشین و یه جیره ماهانه گذاشت منو ول کرد به اونه. اوه حالا چیزی نشده که تو هم انقدر شلوغش میکنی، اتفاقی نیفتاده؟ من نمیفهمم، من نباید با دختری که دوستش داشتم ازدواج میکردم؟ آخه واقعا حق لیلی نیست که همچین برخوردی باش بشه. اونا کجا بودن وقتی لیلی داشت من از اون بدبختی نجات میده؟ اونا که نمیدونستن که لیلی برای تو این کارا رو کرده، که نمیدونن که. نمیدونم تو که نگفتی من اعتیاد داشتم. نه بابا نه، معلومه که نگفتم، حرفش هم نزدم پیشش. ببین اونا فکر میکنن که لیلی یه آدم مثلا پرورشگاهی با سوء پیشینی که اصلا هم قابل دفاع و اینا نیست. همین که اینا وقت گذاشتن رفتن تحقیق کردن در موردش و اینا، یعنی که تو براشون مهم بودی دیگه. ببین نیمه پر لیوانو ببین فازی جون. این چیزی که تو میبینی دیگه خیلی خوشبینانه است. اگه نتیجه تحقیقاتشون غیر از این بودم اینا هم این کارو میکردن. نه به نظر من عجولانه قضاوت نکن. 28 سال واسه قضاوت عجولانه است؟ فرضاً من تو این 28 سال خیلی چیزا فهمیدم، با فهمیدن هر کدومشون هم خیلی زجر کشیدم. حالا دایی هم به هر حال یه چیزی گفت رفت پی زندگیش دیگه، چیزی به عوض نشده، اتفاقی نیفتاده که. پس یه مطب 200 متری تو الهیه و یه ماشین شاسی بلند واسه خوشبخت کردن پسرشون خوب دارن هزینه میکنن. آره واقعا انصافا خیلی خوبه. به قول این چیز بود آقای دونکورلونه. دونکورلونه. آره بابا تو همین فیلم پدر خوانده آره میگفتش که این چی میگفت؟ بابا میگفتش که یه پیشنهادی میخوام بدم رد کردنش سخت باشه. آره آره خیلی پیشنهاد رد کردنش سخته واقعا. سخته واقعا. حالا واقعا رد کردی؟ نه معلومه که رد نکردم. بچه شدی؟ کلیدو دادم گفتم فردا میز و صندلی‌ها رو ببرین تو مطب بچینین و اینا، فقط نمیدونم چجوری زندگی تو رو خراب کنم. باز تو چه پسردایی هستی آخه؟ خب برای پسرامد یه کاری بکن، یه حالی ما بده تو زندگی دیگه، یه طرحی یه ایده چیزی بده من زندگی تو خراب کنم دیگه. آخه میخوای من یک بازی را بندازم تو به ماشین و مطبت برسی؟ اصلا شوخیش هم برای من وحشتناکه، حرفش هم نزن. من که میدونم تو رد کردی، ولی گفتم اگه میخوای من پایم میکنم. دیگه بلش کن دیگه، اصلا حرفش هم نزن، همینجا خاکش کن تموم شه بره پی کارش. حتی به لیلی هم هیچی نگو، به لیلی خانم هم هیچی نگو. اصلا شطور دیدی ندیدی خب؟ تمام.
زندگیمونو یا از هم بپاشه یا زیر بال پرمونو نگیره. یعنی اینکه فرزاد کاری بکنه که ما از هم جدا بشیم، یا اینکه مثلا با من دیگه کار نکنه، یا اینکه مثلا شهرام بیاد من از این خونه بندازه بیرون. ممنون که توضیح دادی. منظورم اینه که به بابا چی میرسه اگه رابطه ما از هم بپاشه. الان ناراحت نمیشه من توضیح بدم، چون فکر میکنم باید اینو توضیح بدم. منظورش اینه که برگردی با سنم پزشکیان ازدواج کنی؟ خب فکر کنم توضیح ندم بهتره. وای 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 واقعا لیلی هم اخما تو با کن، یه چیزی گفته رفته دیگه. نه قضیه به این سادگی ها نیست، این داستان سر دراز داره. الان میره به آقا فرزاد پیشنهاد میده، بعد میره به یکی دیگه. حالا میگه از فرزاد کی نزدیکتر به من هست که میتونه تو زندگی ما موش بده؟ اونم آب پاکی ریخته رو دستش رفته دیگه. بابات به این سادگی ها کوتاه نمیاد، حتما یه منفعتی براش داره که تو با سنم پزشکیان ازدواج کنی، بگن اینجوری خودشو با آب آتیش نمیزن. خب معلومه، میدونی اگه شراکتش با پزشکیان به هم بخوره این چه سودی رو از دست میده؟ آره؟ تازه یه چیز بهت بگم، الان که با فرزاد به نتیجه نرسیده، نفر بعدی که میاد سراغش میدونی کیه؟ خودتوی. آفرین، من عاشق این هوش و ذکاوت. ببین چه پیشنهادی بعدم به تو بده. برو رو چند میلیارد، یه پولی بهم میده که من میتونم تا سالها تا آخر عمرم اینجوری پام بندازم رو پام، بشینم زندگی رو کنم مثل این شاهزاده. فازه جان، یه سوال ازت بپرسم راستش به این میگی؟ ناراحت نشو، تا حالا یه لحظه به این فکر کردی که اگه با سنم پزشکیان ازدواج میکردی چقدر به نفعت بود؟ چون قرار شد راستشو بگم، میگم آره فکر کردم. واقعا؟ اتفاقا همین امروز بهش فکر کردم. میدونی من باید چی کار میکردم؟ حقش این بود که من میرفتم با سنم پزشکان ازدواج میکردم، بعد از بابام هر چقدر پول میخواستم میکندم، بعد میومدم پیش تو، میرفتیم یه گوشه خوب و خوش زندگی میکردیم. لیلی، من تو رو با تمام ثروت دنیا عوض نمی کنم. واقعی؟ واقعی. بذاری چیز بزن. بیار منم بنویسم. اول من یه آقای کنیم بده من بیا. پس بید؟ آره اینم مالتون. سه کلمه؟ نه. خب نمت برداشتم، لوبیا قرمزم میخوام. کنسرو ذرتم میخوام، کنسرو ذرت. دوتا خوبه یکیشو گذاشتم. اوه زمینی نمک رفته. داشتی خوب میشه تو قرمه سبزی؟ من نمیدونم. حالا میبرم. دیگه برمونده برنج. 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 برنج تایلندی گرفتین؟ چطوری میخورین اینا رو؟ آقا فرزاد که 20 کیلو برنج ایرونی خریده بود. تموم شد. برو کلک، دو هفته نشده شما تو دو هفته 20 کیلو برنج خوردی؟ خوردی نه خوردیم، نصف بیشترش خود شما اومدیم بردیم. ده نگو، ما اصلا اینقدر برنج نمیخوریم شیوا جون. من که همیشه رژیمم، فازلم غذاش اینقدره. نکن قایم کردی شیوا جون. لیلی برو یه دسته پیمونه وردار بیا، میگم فازل براتون بخره. من دلاشوب میشم نمیتونم برنج تایلندی بخورم. تو که رژیم بودی؟ دیگه دو سه قاشقو که میخورم. نگاه میکنی؟
میگی کجاست؟ خودم برم پیداش کنم. سلام. تخم مرغ میخوام، داری؟ سلام محبوب خانم. سلام، شما اینجایی؟ شیوا جون دیدی پیداش کردم؟ قایمش کرده بودی؟ اینم از این. خب بسته دو. خیلی زحمت دادی ما، دستت واقعا درد نکنه. نه خواهش میکنم، چه زحمتی، همه زحمتش که گردن خودت بود. نه زحمتی نداشت، نخواستم اذیتت کنم. فقط اینقدر جا به جا نکن وسایل رو، دیگه پیدا کردنش خیلی داره سخت میشه. خدا نگهدار. دختره یکم پرونی؟ یکم؟ خب یه چیزی بهش بگو، سرش میندازه میاد تو آشپزخونه ای تو؟ چی بهش بگم؟ خودش باید بفهمه که نمیفهمه. خب بهش بفهمون، آخه این که نشد که، خیلی کارش داشته. هر بار من میام این کلاش تو کابینت تو. چه میدونم، به فرزادم میگم، میگه باید مراعاتشون رو بکنید تو این شرط، باید زیر بال و پرشون رو بگیریم. خب منم خسته شدم دیگه، هی میاد بدون اجازه دست میزن به کابینت و یخچال و کمد لباسای من. نه حق داری، خیلی زشته، حریم خصوصی ته، واقعا زشته. این تاریخش درسته؟ ببین چهار تا بیشتر نداشتی، خود لنگ نمیمونی؟ نه به فرزاد میگم داره میاد سر راه. من به فرزاد بگم هان اگه رود نمیشه من این دفعه با شرف میزنم؟ نه خودم بهش میگم. اومده دو تا دونه سیب زمینی ببره، بعد یه دونه لیست در آورده، اینقدر هر چی در دستش اومد از آشپزخونه من برداشت برد. ببین میخوام اولویه درست کنم، اینو لازم میخوای درست کنی؟ همه که درست کنی، مثل که بعد در مورد شما هم با فرزاد حرف بزنم. اینجوری که نمیشه، من نمیگم نه این چیزی از ما بگیرین، ما تو وقتی میان یه چیزی بگیرین همون یه دونه چیزو بردارین دیگه، هی هزار تا چیز از آشپزخونه ما بر نداریم ببرین. آره چیزه ستاف کنم بسته اون بشه، مرسی. آخه اینجوری که نمیشه فرزاد جون، من دوست ندارم کسی بی اجازه به یخچالم دست بزنه، مراعاتم حدی داره دیگه. اگه اینجوری من از فردا پا میشم میرم خونهشون، هر چی دلم خواست برمیدارم میارم. شیوا جان در شأن شما نیست این حرفا. دیگه شأنی وجود نداره، اگه قراره احساس صمیمیت بکنیم با هم، همه باید با هم احساس صمیمیت بکنیم. نمیشه که یه عده احساس صمیمیت بکنن یه عده دیگه هرسشو بخورن. یواش یواش، حالا شما هرس نخور، من خودم میرم درستش. چجوری؟ چیز میکنم دیگه، حقوق فاضل رو این دفعه زودتر میدم که بره برای خونه‌شو خرید پرید بکنه دیگه. یعنی فرزاد روشت روش این دکترای اورژانس ها، یه مسکن یه سرم تموم. خب اورژانس یعنی همین دیگه، ببخشید طرف یه سردرد جزئی میگیره، نمیتونیم مغزشو بشکافیم که، بعد یه مثلا مسکنی با آب فراوون و اینا بدی خوب بشه. حالا اینا مشکلشون معاششونه، من که نمیتونم تربیتشون کنم عزیز من. وقتی یک نفر یه چیزی رو نمیفهمه دیگه، نمیفهمه دیگه، حالا چم بگی نمیفهمه، من برای چی خودم وسط بده کنم؟ نه نمیخواد تو خودتو بده کنی، بذار این دفعه لیلی بیاد دست به یخچال من بزنه، خودم میدونم باهاش چیکار کنم. همسر مورد علاقه، شام مورد علاقه. تو اگه تو الان قرمه سبزی شده شام مورد علاقه. تو سریال ایرانی همینجوریه دیگه، همه مردا غذای مورد علاقه شون قرمه سبزی. پس اینجور هم میخونه. آره اسمی که باز مورد. آره زود بیا خونه، امشب غذای مورد علاقه تو دارم. زود بیا. یعنی کی میتونه باشه این وقت شب؟ نمیتونم. سلام. سلام. شب بخیر. شب بخیر. مثل که شام میخوردی ها؟ نه داشتیم صبحونه میخوردیم. نه منظورم اینه که شام تو خوردی، یه ندا من بده کارت دارم. به یوتیوب؟ نه 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 تو دیگه یوتیوب خودت. نه نه یه کار چیزا. بابا یه کار خصوصی میگم، یه کار خصوصی دارم میگه. باشه. لیلی هم من یه لحظه میرم بیرون ببینم فرزاد چی میگه، بعد میام. چی کارت داشت؟ کی؟ آه، فرزاد؟ هیچی؟ قیافت چرا اینجوریه؟ هیچی، زر نگران شدم بعد از دیروز که باباتون حرفا رو زده، هر چیزی نگرانم میکنه. حالا چی کارت داشت؟ لیلی، بی خیال، لازم نیست نگران باشی.
چی کارت داشت؟ هیچی، مادرت حقوق هم بده. حقوق بهت بده؟ این وقت شب، وسط شام، روز ازت گرفته بودن؟ آه نه، دیدی که اون بنده خدا که تقصیر نداره، داریم شام میخوریم، میخواست بره، من اصرار کردم که چیز کنیم. آره دیگه، من اصرار کردم بشی. حالا بشیم، غذاتو بخور، غذاتو بخور، مادرس. فاضل راستشو بگو، چی شده؟ چی بهت گفت؟ میکی، یاد فرزاد یه جوری بود. چه جوری بود؟ مثل همیشه نبود دیگه. آه ببین، لیلی، ازم خواسته بهت نگم ولی من نمیتونم به تو نگم. امروز هفتی از زنده‌داش چیزی گرفتی؟ آره، چطور؟ من مثل اینکه ناراحت شد. ناراحت شده؟ مگه من چیکار کردم؟ مثل اینکه بی اجازه رفتی سراغ کابینتا و یخچال و از این چیزا. واه، مگه برای اولم هم چی کاری میکنم؟ من از خود شیوا بهتر میدونم چیزاش تو کابینت کجاست. اون وقت الان باز خودشون ناراحت شدن، بهشون برخورده. میدونم، منم از همین تعجب کردم. حالا چی میشه که اینجوری میشه؟ نمیدونم. ما که این چیزا حرفا رو با هم نداشتیم، نه؟ لیلی، به بابام ربطی نداره، حتما یه دلیل دیگه ای داره. حتما یه دلیل دیگه ای داره. نه، حتما یه دلیل دیگه ای داره. برام عجیبه لیلی و فاضل با این ضربه هوشی بالایی که دارن چطور متوجه نشدن رفتارشون غلط بوده. شاید هم تقصیر از ما بوده که زودتر در این مورد بهشون چیزی نگفتیم. همین نگفتنم باعث شده بود رفتارشون برای خودشون منطقی و درست جلوه کنه. از من میشنوین، هر جا کسی، فرقی هم نمی‌کنه کی، کار بدی در حقتون کرد یا از خط قرمزتون رد شد، سر این قضیه رو باهاش در میون بذارین. چون بعدش کارتون سخت‌تر میشه. مخصوصاً اگه بزنه و از بعد حادثه مصادف بشه با موضوع دیگه‌ای که دیگه نور علی نوره. چی شد؟ مریضی مگه؟ با بندی کفشت بازه، ببر. الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ نه خواهش میکنم، خواهش میکنم، اینجا آنتن نمیده، یه لحظه اجازه بدیم من پارکینگ برم بیرون. دایی جان خوب هستین؟ آها من آره چیز بود، دو هفته پیش رفته بودم برای این مصاحبه، نهمین آگهی داده بودم، منم آگهیشون رو خوندم دیگه. گفتم حالا شما تو مسئولیت قرار نگیرین دیگه، حالا شما یه مقداری حساسین. نه حرفا چیه؟ نه نه، حق با شماست. بله، نه سوء تفاهم نشه، من گفتم که شما بی خودی کوپونتون رو خرج نکنیم، مثلا میرم اگر یه موقعی به مشکل برخوردم یا نشد اینا، اون موقع میگم که شما از کوپونتون استفاده کنیم. نه نه، گفتم که حق با شماست. چش، بله اشتباه از من بود. ها کی جواب قطعیشو میدن؟ آها آها، خب خب، خیلی خوشحال شدم، خوشحال شدم. حالا ایشالا بعدن زنگ میزنم به تو. خواهش میکنم. نه نه، جبران میکنم، حالا زنگ میزنم. چشم، یه جوره دیگه بالاخره جبران میکنم دیگه، امری ندارید با بنده. خواهش میکنم، خداحافظ شما. بریم؟ بریم بریم. این چیز بودن از طرف پزشکیان، بیمارستان پزشکیان زنگ زده بودن. رفته بودم چند وقت پیش برای مصاحبه و اینا. خب آره. چی شد، قبول شدی؟ الان گفتش که چیز شده، جزو 10 نفر اول شدم، ولی یه مصاحبه دیگه دارم به خاطر اینکه جزو مثلا 4 تا پزشک عمومی نهایی بشه. خب حتما قبول میشی. میخوای به بابام بگو سفارشتو بکنه؟ نه نه قبول میشم، چیز نیست. بریم. آره بریم. نه بیا بیا تو بشین. من چرا؟ پام درد میکنی دیگه. حالا میری بیمارستان پزشکیان، میای از پامون عکس نه نه میگیری. بذار خودم میذارم جیبم. بشت.
کیه؟ شیوا جون منم لیلی. یه دقیقه صبر کن دستم بنده. عیب نداره، میخوای برم بعدم بیام؟ اگه واجب نیست آره ببخشید آ لیلی جان. نه خواهش میکنم. پس دستت خالی شد بهم خبر بده خب؟ باشه بهت خبر میدم. باش. خب ماما تو نباید اول دمای آبو چک کنی بعد بری همون؟ چک کردم یوهو داغ شد. اون شانس آوردی فقط دستتو کردی زیر دوش، خود رحم کرد. ماما من همون. نه ما در جسد که خودم میبرم، اتاب گرم کنم و خرابه. سلام سلام به اهالی این خانه. تلفن چرا خاموشه؟ این چیز شده یه هوی قطع شده میدونین یه طرفه شده. چی شده؟ فرزاد من چند دفعه بهت گفتم یکی رو بیارین آب گرم کنه درست کنه، هی یهو واسه خودش داغ میشه سرد میشه. ببین بچه‌م رفته همون با آب داغ دستش سوزونده. ببینم بابا لیف زده بودم میخواستم برم زیر آب یهو سوخت دستم. بابا جون چند بار به تو گفتم لیف میخوای بزنی شیر آبو ببند. خیلی خب حالا نمیخواد تو این هاگیر واگیر اصلاح الگوی مصرف یادش بدی، یکی بیارین آب گرم کنه درست کنه. شما چی زدی؟ نمیزنم. خوبه همین فعلا خوبه. حالا خوبه انا دیگه نزد تا چند ساعت دیگه ما ببین زنگ بزنم نمالی به جایی نمادر ببینم.